حکم اعدام محکومان یک گروهک تروریستی تکفیری که 21 نفر از هموطنانمان را به شهادت رسانده بودند اجرا شد. دادگستری استان کردستان اعلام کرد بررسی پرونده گروهک تروریستی تکفیری موسوم به توحید و جهاد به علت ابعاد گستردگی جنایات و نیز وجوه مختلف حقوقی بیش از 6 سال به طول انجامید. بنابر اعلام دادگستری کردستان، راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و عملیات مسلحانه ترور و کشتار مردم بیگناه صورت گرفته بود. فکرشون هم فکر وهابیت بود. به مبنای اساس این فکرشون هر کسی که غیر از عقیده خودشون که داشت کافر محسوب میشد. با گذاشتن جلسه شورایی به این نتیجه رسیدیم که لیست افرادی رو برای ترور مشخص و اونا رو ترور بکنیم. دیدیم که اول یه قاضی شیعه ترور شده. این بار تصمیم گرفتیم کسی که بر علیه ما عناصر مخالف ما بود اون رو ترور بکنیم باز هم، که نوبت به یک روحانی اهل سنت رسید که ما مصطفی برهان عالی یکی از کساییه که عقیده شرکالود داره. اونو تکفیر کردیم هر 4 نفرمون و تصویب کردیم که ترورش بکنیم. تصمیم گرفتیم که یه ماموستای سنی ترور بکنیم که بشن 2 قاضی و 2 ماموستا. بعد از اون افراد رو مشخص کردیم و ماموستایی رو به نام شیخ الاسلام جلو مسجد بعد از نماز مغرب ساعت 7:30 ترور بکنن. به این نتیجه رسیدیم که اعلامیه ای صادر کنیم تا بتونیم ترورهایی که سنیا کشته شده بودند در اون گردن دولت بذاریم و قاضیای شیعه رو نیز گردن اهل سنت بذاریم. لذا به همین خاطر اعلامیه ای به مفهوم و به منظور و به قصد این که اختلافات قومی مذهبی و اینکه دامن بزنیم به اختلافات شیعه و سنی رو دوباره در بین مردم زنده بکنیم. در اقدام دیگر 2 نفر از اعضای این گروهک در اقدامی جنون‌آمیز به میدان اصلی شهر حمله می‌کنند و تعدادی از مردم عادی را به گلوله می‌بندند. گلوله پیش این کمرم خورد و پشتم.